لایحه بودجه سال 91 سند تحمیل فقر و فلاکت بیشتر به توده های محروم سرانجام روز چهارشنبه دوازدهم بهمن ماه احمدی نژاد با یک تأخیر دو ماهه لایحه بودجه سال 91 را تحویل هیئت رئیسه مجلس داد وی به هنگام ارائه این لایحه به مجلس به به اصطلاح موفقیت اقتصادی دولت اشاره کرد و یادآور شد که در نتیجه کاهش مصرف فراورده های نفتی طی 11 ماه گذشته بیش از 15 میلیارد دلار صرف جویی شده است. او همچنان وعده های بی همیشگیش از آن جمله وعده اشتغال دونیم میلیون شغلی خود را در سال آینده تکرار کرد. بدیای احمدی نژاد محور اصلی بودجه سال آینده دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی، کاهش نرخ بیکاری، توسعه عدالت، کاهش فاصله طبقاتی، افزایش سهم بهره‌وری و رشد اقتصادی می باشد. ادعاهای پوچ احمدی نژاد در شرایطی تکرار و تکرار می شوند. که این رژیم نه تنها در یک بحران اقتصادی دست و پا میزند نه تنها با تشدید تحریم ها تولید و بازار فروش نفت محدود و محدودتر می شود و دولت مجبور است به آن چوب حراج بسند و نه تنها دولت به زحمت خواهد توانست پول حراج نفت و گاز را نقد کند که همین لایحه بودجه پیشنهادی هم با یک کسری سی میلیارد دلاری به مجلس رفته است واقعیت این است که بودجه بندی و پروسه تدوین لایحه بودجه در ایران حتی کمترین تشابهی با بودجه بندی عقب افتاده ترین دولت های بورژوایی هم ندارد. زیرا اقتصاد ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی به گونه‌ای هدایت می شود که در آن طرح بودجه سالانه در بهترین حالت تنها جهت عمومی سیاست های اقتصادی رژیم را نشان می دهد. و هر هم که به عنوان ریز اقلام دخل و خرج سالانه آورده شود و یا اشاره به برنامه های دراز مدت و کوتاه مدت چند ساله و یک ساله داشته باشد، دست ساز، فرمال و بی که حتی مورد توجه و مراجعه خود کارگزاران حکومتی هم نیستند. این رژیم به استثنای بودجه ارگان های نظامی و امنیتی و سرکوبش در بقیه موارد معمولا قادر نیست، برای آینده دورتر برنامه ریزی و بودجه بندی کند. دایهه بودجه امسال نیز همین ویژگی را دارد. بررسی بودجه سال 91 به وضوح نشان می دهد که نه بحران، نه تحریمهای وسیع اقتصادی و نه کسری پیش شده بودجه مانع نشدند که جمهوری اسلامی از افزایش بودجه دستگاه های سرکوبش غافل باشد. عملا هم غافل نبود است. و می بینیم که چگونه در حالی که کمترین میزان بودجه برای خدمات اجتماعی و عمرانی در نظر گرفته شده بودجه دفاعی و نظامی سال آینده تا 130 درصد افزایش یافته است. معلوم نیست در شرایطی که تولید صنعتی به رکود کشیده شده است و بیش از نیمی از مراکز تولیدی با ظرفیت کمتر از 50 درصد کار می کنند و در حالی که دلارهای نفتی که 85 درصد درآمد دولت را تشکیل می دهند، هدف تشدید تحریم ها قرار گرفته است و بازار ارز و پولش نیز به شدت آشفته است. رژیم اسلامی به کدام امام باید دخیل ببندد تا در سال آینده اوضاع اقتصادی حتی برتر از اوضاع کنونی نباشد. پرسیدنی است اکنون که صندوق ذخیره عرضی جاروب شده و شاخص رشد اقتصادی ایران به صفر رسیده ابعاد تحریم ها وسیع تر و عمیقتر از هر زمانی است و کسری بودجه سال جاری هم سر جایش است و همین بودجه فرمال هم با کسری سی میلیارد دلاری به مجلس رفته چه سطحی از زندگی فلاکت بار در انتظار کارگران و زحمت کشان و اقشار توهی دست جامعه خواهد بود از لابلای همین لایحه بودجه که تقویت بنیه دفاعی بالاترین هدف و اولویت آن است معلوم است که با باقی مانده بودجه کسریدار و انقبازی چه اهمیتی به تأمین کار و نان و مسکن و خدمات اجتماعی داده شده و توده های مردم در سال آینده باید چه زندگی دشواری را تجربه کنند همین طرح بودجه و اولویت بندی های آن که به مجلس تحویل داده شده بیانگر آن است که با کمتر شدن بودجه کشوری نه تنها هزینه های تسلیحات نظامی ارتش و سپاه و فعالیت های وزارت اطلاعات و بسیج و پروژه هستی و مراکز اشاعی خرافه و آخوند پروری ها و پروژه های سرکوب کمتر نخواهد شد که بر میزانشان افزوده خواهد شد. مگر تقویت بنیه دفاعی و نظامی تعبیری جز این دارد که حتی اگر مردم گرسنه‌تر از حال هم باشند نه تنها از بودجه دستگاه های نظامی و امنیتی و سرکوب و دستگاه های اشاعه خراف کم نشود که اضافه تر هم بشود. رژیمی که دوم و بقایش در گروه همین ارگان های سرکوب و کار کرده همین کارگاه های تولید و اشاعه خرافه است، با ناظر شدن هر بلایی ولو محیبتر از این بحران هم، نه تنها یک میلیمتر از طول و عرض هیچ کدام از آنها را نمیزنند، که برعکس برای فرو نشاندن خشم مردم و سرکوب اعتراضشان به سیه روزی های ناشی از بحران طویلتر و عریضترشان هم می کند. معنای عملی چنین سیاستی چیزی جز خدمات عمومی به مراتب نازلتر، بیکاری به مراتب بیشتر، تورم به مراتب بالاتر، گرانی باز هم بیشتر، فقر به مراتب وسیعتر، فساد مالی و اداری بیشتر و آسیب های اجتماعی گسترده تر نخواهد بود. مردم به خوبی در میابنده که اگر تا دیروز اقتصاد ایران هنوز تا این اندازه در هم نریخته بود، آثار تحریم های بین تا این اندازه خرابی به بار نیاورده بود و حداقل بازاری برای فروش نفت موجود بود، اکنون که دامنه ی تحریم ها وسیع تر از هر دوری می باشد و پولی هم در صندوق ذخیره ارزی باقی نمانده و اقتصاد رژیم در آستانه فروپاشی است معلوم است که چه به روزگارشان خواهد آمد در چنین شرایطی و مانند همیشه برای رهایی توده های فرودست جامعه از زیر بار سنگین پیامدهای ناشی از بحران اقتصادی و اوضاع فلاکتباری که رژیم سرمایهداری جمهوری اسلامی به مردم تحمیل کرده است راهی جز اعتراض و مبارزه پیشرو نیست. اعتراض و مبارزه ای که اگر تداومش به اعتصابات کارگری در مراکز کلیدی کار و تولید بیانجامد و تحت رهبری نیروهای پیشرو کارگری و کمونیستی قرار بگیرد نه فقط این جامعه را از شر جمهوری اسلامی رها می سازد بلکه شرایط و ملزومات برپایی یک انقلاب اجتماعی را فراهم می کند و نوید بخش بنای جامعه انسانهای آزاد و برابر و مرفه خواهد بود